سلام، رضا تاریبشار هستم. امروز 29 اردیبهشت 1402 اینجا مرزدان است و در خانه کوچک مختصر ما در میان درختان انبوه سر به فلک کشیده بسیار، در دل آواز پرندگان که از صبحگاه میخوانند گنجشکان کلاغ‌ها دیوانوار تا شباهنگام که میگیرند در شاخ تلاجن شاخه ها رنگ سیاهی و آرامشی ندارند تا مخ را پیاده نکنند این گنجشک‌ها و کلاغ‌ها. واقعا از صبح بیخونند بدون سکوت، بدون قطعی. اما در ادامه ستیز بین آفرینشگرایان و یونانیان باستان که باور داشتند به قدمت عالم، دیرین بودن عالم، در حقیقت دعوای بین حادث و قدیم، یه نکته تکمیلی میخوام بگم که بحث یه جورایی ببندیم. یه نکتهش اینه که اساساً بحث بیگ بنگ در دل این داستان جای خاصی ندارد، چون بیگ بنگ این وسطه. اولش بیگ بنگ یک تئوریه که خب اثبات نشده است. دوم اینکه به هر حال بیگ بنگ اون طرح کلی که دارد به سمت یک نقطه محوری داره حرکت میکنه که با تجمع بی‌نهایت و تراکم بی‌نهایت و اون انفجار گسترده رخ داده و فلان. ولی به هر حال اون نکته قبلش مشخص نیست. آیا بوده است؟ آیا دوباره همین داستان تکرار شده چندین بار و چندین بار؟ به هر حال این پرسش در باب قدیم یا حادث بودن جهان، دیرین یا حادث بودن جهان، بر این پرسش بیگ بنگ چیره است و بالاتره. اون تو دل این داستان جایی دارد. این یه نکته مهم. دومین نکته این است که به یه نکته تاریخی قدیس توماس آکوئیناس هم اشاره کنم. آقای قدیس توماس آکوئیناس در حقیقت فیلسوف، الهیدان و قدیس معتبر مسیحی کاتولیک هستند که کتاب‌های بسیار 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 زیادی داشتند و نوشتارهای عجیب و غریب و عجیم و معتبر. سه تا نکته درباره این قضیه دارد. یک، اینکه قدیس توماس آکوئیناس چون الهیدان بود بر این باور بود که چون خداوند در کتاب مقدس گفته است که جهان حادث است، پس جهان حادث است. این از این. اما نکته دوم این است که میگه اما از دیدگاه فلسفی حادث یا قدیم و دیرینه بودن بر یکدیگر مزیت خاصی ندارن، دلیل قاطع تمام کننده ای نیست که یکی را برای یکی ترجیح بدیم. دلایل متعددی میاد که حالا زمان خودش که برسیم بهشون اشاره میکنیم در تاریخ فلسفه قرون وسطا. ولی به هر حال حرفش این است که دلیل تمام کننده به نفع یا قدیم یا حادث نداریم از دیدگاه فلسفی، ولی چون الهیدان است و معتقد و باورمند، پس میپذیرد که خداوند چون در کتاب مقدس گفته است که آفرید و جهان حادث است، پس آفرید و جهان حادث است. نکته سوم، این نکته جالب عجیبا غریباییه که این آقای قدیس توماس آکوئیناس میگوید که میتواند، امکانش هست که، دقت کنید، امکانش هست که خداوند آفریدگار متعال باشد و مطلق و همزمان جهان آفریده و قدیم باشد. این عجیبه. میگه این تناقضی با متعال بودن آفریدگار ندارد. آفریدگار مطلق، نه آفریدگار محدود یونانی برای مثال یا هر چیز دیگر. خداوند میتواند، خداوند متعال باشد و همزمان میتواند جهان ازلی باشد، حداقل از یه طرف باز باشه و آفریده باشد. چرا؟ میگه که خداوند طبق کتاب مقدس جهان را از نیستی آفرید، اما این نیستی بیانگر زمان نیست. میگه از نیستی مفهوم نه از چیزی آفرید. اما زمان مشکلی نمیخوریم. به یه نحوی میتوان جهان قدیم را موازات خداوند گرفت، خداوند آفریدش. ولی دیدگاه قدیس بوناونتورا که تقریبا هم دوره این آقا بوده با آقای قدیس توماس آکوئیناس متفاوت است و بیشتر آفرینشگرایان بر این باورند که وقتی میگوییم عدم، از عدم و از نیستی آفریده شده، در حقیقت داریم به یک وجه زمانی اشاره میکنیم،
یعنی پیش از عدم و پس از عدم، پیش از نیستی و پس از نیستی. و این بیانگر یک وجه زمانی است. وقتی میگی آفرید از نیستی، یعنی یه برش داد زمان را، یا زمان را آفرید. این نقطه آغازشی هست. پس جهان حادث است، نمیتواند قدیم هم باشد و آفریده شده باشد. ولی آقای قدیس توماس آکوینس میگوید که میتواند قدیم باشد و همچنان آفریده مطلق باشد. و این دوتا با هم دیگه دعوا دارن. حالا زمان خودش که برسه در این ارتباط صحبت خواهیم کرد. اینا نکات تکمیلی که میخواییم بحث رو یه جورایی همینجا ببندیم و به سراغ بحث های دیگر در تاریخ فلسفه غرب آقای کاپلستون برویم. شب میرسد. هست شب، یک شب دم کرد و خاک. البته دم کردم نیست،